فیلمسازی که بودم تقریبا از این مسائل دور بودم، ولی در نهایت چون من یک ایرانی هستم ناخودآگاه اون چیزها که مثلا تو بچگی تو قهوه‌خونه ها تو پرده‌داری ها اینا دیدم، اونا خیلی منو جذب میکرد. من یه داستان رو کوچیک بگم چون وقت داره. مادرم یه روز به من 5 لیار داد، گفت اکبر برو 8 لیر گوش بکش. من اومدم و دم قصابی واسدم همینجور نقاش های دو قدیم دو تا داره یه قصاب کنه نقاشی هم کنه نقاشی ها نگاه میکردم یه ده دقیقه گذشت مسلمان گفت اکبر چی میخواد؟ گفت ببخشید 5 لیر به ما گوش بده. من گوشه گرفتم، بایدم سر را بودم که یه پرده داری اینجا میشسته و همینجور داری توی مردم درست جمع شدم. من به سرعت رفتم کنو مادرم به دوسته نیشگون از من گرفت، کجا بود این آردی شد از حرف و اینا باشه. من باید گوش دردم فرار کردم، مادرم بایدم جلوی پرده نشستم. من به حرفای نقال گوش نمیدادم، ولی همش به اون دیدم که اون دله عوضاً نصف میشه، مانند خیارتر به دور میشه، این میزنه و اون میزنه، فقط به نقاشی ها نگاه میکردم. البته بدون شک اینا در نقش آورنی من در واقع تأثیر گذاشته، ولی نه اینکه بیام از من کار میکرده والا من یک سال 38-39 یک کلاس طراحی کنکور با محمد رضا جودت چیز کردیم که اتفاقا یکی از کسانی که اومد توی اون کلاس ما خانم توران خانم بودن پوران توران دارد که الان جا نشستن اشاره بگم. من اصلا هیچ وقت حوصله اینکه شده ده یه بار قبل از انقلاب 3 ماه دانشکده برای تزدینی سینما انیمیشن درس میدیدم که خوشبختانه خون به انقلاب که دیگه من نرم دانشکده. بعد از انقلابم مرتضی ممتاز من گفت که تو بیا تصویرگری درس بده و من هم حاضر کار بیا خور باز من گفت سه ماه یکی هیچ کار نمیکنه خیلی عصبانی شد بودم با این چه پایی دارم بیا اینجا به اینه بگم اونه بگم بعدم یه موضوع کوچیک بهشون داده بودم یک بار تو پیشی هیچ کی زنش کنه خدا با هیچ پولی هم نگرفتم و خدا برم. ولی سالهای سال است که دانشجوها هنرمندا حتی یه بچه های کوچیک که نقاشی دوست دارم میان باشون من صحبت میکنم یه چیز اون چیزهایی که بلدم در اختیارشون میذارم یا مثلا پایان‌نامه دانشجوها و اینا بهشون کمک میکنم که اونجا میگذارم که یکی از شاگرد من روانبخش صدری است که درباره من در پایان‌نامه‌اش چیز کرده. اما من با کتابهایی که چاپ میکنم کارهایی که میکنم در اصل خودش یک نوع آموزش هست برای که من فکر میکنم که صنعت هنر و مبانی هنر رو میشه همه چی یاد گرفت، ولی خب باید خلاقیت یاد خوشحالم که در کنار شما عزیزان هستم. شخصی مثل دکتر صادقی با من یگانه هستش. زمانی که پارک اسرائیل رو شروع به ساختن بودم دیدم یه مغازه بالای پارک خیابون رو بدیهست گرفتم اونجا میرفتم خدمتشون. ایشون آقای افتهی گاگوزر آقای کاروسی هم دیدم که نداری میکردم زمانی که بیکار بودم. به هر حال علاقبر جان در تمام لحظات در عرصه های مختلف هست کنم که کارهایتون قسمت بیزایشون واقعا بیدازی بود بعد چهار بعد تهاب مهانی من فقط خوشحالی رو ابراز میکنم برای 45 سال دوستی با علی اکبر صادقی و مهری که همیشه به دوست داشتن باعث خوشحالیه و افتخار من. تمام فکر میکنم ابعاد زندگی ایشون به اینجا بررسی شد، ولی یک بعدش رو خیلی کمرنگ بود که من اجازه میخوام راجع به اون صحبت کنم. بعد انسانیت ایشونه. باشه فقط شما بگید میخواستم
نه شما بگی. من نه شما. من میگیرم از چی میگی بیا؟ فیلم. نمیدم. من اولا باعث افتخار منه که با آقای صادقی سلام علیکم میکنم. بعد این که گفتم چرا آقای صادقی شاگرد نداشته و معلم نبوده، فکر میکنم کسی میتونه معلم باشه که کاراش مدون باشه و تمام اساتید جزوه دارن میدن دانشجو. کسی که اصلا تو زندگیش هیچ تدوینی نداشته آقای صادقی، من احساس میکنم. یعنی هر روزش با دیروز و فرداش فرق میکنه. چیز مدون نداره که یاد شاگردا بده، مگر یعنی اینکه شاگردا بیان ببینن ایشون چجوری داره کار میکنه. یه چی بگو دیگه؟ خیلی ممنون از اینکه زحمت کشیدید و اومدید اینجا. من اینقدر شما رو دوست دارم، مخصوصا جوانان، عاشق جوانان. خوشبختانه جوانای ایرانی توی این چند سال فوق العاده شدن. پشته بزن. چرا؟ برای اینه که احساس میکنم تو پدر منی، اونم مرده. مگه شبیه من بودی؟ مگه شبیه من بودی؟ جنریک. جنریک رو مثل همه پدرها. شما خوب هستی نشده؟ من همیشه خوبم. چه عالی، چه عالی. آره، فرصتی برای بد بودن نیست. خوشحال شدم دیدم اتون میخواهیم حسنتون دخترداری ها هنرها کن لازمه اینا باعث میشه آدم هنرمند شد. چی؟ من متوجه نشدم. غیر منتظر مخصم خوردن شد.